رو امضا کردیم، بنا شد یه سری تعهدات رو ایران انجام بده، بعد یه سری تعهدات رو کشورهای خارجی انجام بدن. البته اول بنا بود که همزمان انجام بدن. ایران تعهداتش رو 100% انجام داد. نهادهای بین‌المللی بارها از جمله آژانس تایید کردن که ایران تعهداتش رو انجام بده. خب نوبت اروپایی‌ها و غربی‌ها بود که تعهداتش رو انجام بدن. پیگیری شد. امریکا زد زیر میز، گفت من اساساً از برجام خارج میشم، هیچ تعهدی انجام نخواهم داد. برعکس تحریم‌هاش هم برگردون و شروع کرد تحریم‌های جدید هم بر ایران وارد کرد. مون اروپا، ایران صلاح دید که صبر کنه، ببینه عکس العمل اروپا چیست تا تصمیم گیری نهایی بکنه. خوب توی زمین اروپا بود، باید تعهدات پسابرجامیش رو انجام میداد، یعنی باید تحریم ها رو از بین میبرد. همه منتظر بودن که یک بسته پیشنهادی از اروپا برای اینکه چگونه میشه تعهدات برجامیش رو انجام بده به ایران ارائه بشه. این بسته حالا اول قرار بود اسمش SPV باشه، بعد با عنوان اینستکس به ایران ابلاغ شد. اینستکس چیز خیلی خلاصه مفید، یه شرکتی که در یک کشور اروپایی ثبت شده و به ایران میگه شما هر چیزی که هر نفتی که فروختی پولش رو بهت اجازه میدم بریزی به نام به حساب این شرکت، بعد هر دارو یا غذایی که خواستی بخری این شرکت برای تو تسویه حساب میکنه، غذای دارو میخری این شرکت پولش رو واریز میکنه، تو جنستو برمی‌داری میبری داخل ایران. سوال اینه آیا این استکس الان جهت اجرای تعهدات برجامی پیاده شده؟ یعنی توی برجام ما توافق کردیم که فقط غذا و دارو بیاریم، توی برجام توافق کردیم که نفت بدیم کالا بگیریم، یعنی ما توی طبق برجام حق نداشتیم ارز بیاریم داخل کشورمون. امریکا الان ما رو تحریم کرده، یعنی زد زیر میز برجام، گفت من برجام اصلا قبول ندارم، شما رو تحریم میکنم. میدونید طبق قواعد حقوق بشری غذا و دارو ممنوع هستن از تحریم، یعنی تحریم خودش غیر قانونیه. دوباره به واسطه حقوق بشر اگرم یه وقتی یه کشور به کشور دشمنی جنگ داشت، به طور خاص اینها رو دیگه نمیتونه تحریم بکنه. من سوالم اینه، امریکایی که ما رو تحریم کرده و گفته برجام رو اجرا نمیکنن، بخواد برای اجرایی کردن تحریمهاش، نه اجرایی کردن برجام، برای اجرایی کردن تحریمهاش یه سازوکار تحریم کنه، چیکار باید بکنه؟ چیزی غیر از این استکس به ذهن میرسه؟ یعنی باید بگه هیچ تراکنش مالی صورت نگیره مگر تراکنش هایی که تو این حساب خاصی که من میگم و فقط هم ویژه این دوتا موضوعی که تحریم من نیستن، یعنی غذا و دارو. در حقیقت به ذهن بنده این استکس یک مفهوم بیشتر نداره. این استکس سازوکار اجرای کردن تحریم های امریکا واسطه اروپاست، هرگز سازوکار اجرای کردن برجام نیست. اون هم سازوکار تحقیرآمیزی است. یعنی چی؟ یعنی که شما ما به خودت هم اجازه نمیدیم حتی یک شرکت ثبت بکنی و پولو بریزی تو شرکت خودت، شرکت هم ما باید ثبت بکنی. حالا به خودت هم اجازه نمیدیم که هر چی خواستی بخری، هر جوری خواستی بخری، پولو هر جوری خواستی معادله کنی. نه، همون غذا و دارو هم که اجازه داری بخری تحت اشراف و نظارت 100% ما میخری. کالا به کالا هم نیست، نفت به دارو و غذا حتی اینم نیست. چرا؟ چون میگه من تضمین نمیکنم نفتتم بخرم، نفتتو اگر موفق شدی بفروشی باشه برو بفروش، من پولشو از طریق این شرکت اجازه میدم فقط و فقط و فقط غذا و دارو بیارید. این استک چیزی شد توهین ملت ایران و سازوکار اجرای کردن تحریم های ایالات متحده نیست.